با عرض سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان برنامه تلویزیونی ایران من، گفتار هفتگی امشبمون رو به مسئله اختصاص دادم که حتما در جریانش هستید و اون حمله نیروهای نظامی دولت عراق هست به پایگاه اشرف که محل اقامت نزدیک به 4000 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایرانه که مدت‌های مدید هست در این پایگاه که در تقریبا 45 مایلی مرز ایران در شرق شهر بغداد واقع هست اقامت دارند. همونطور که میدونید سازمان مجاهدین خلق ایران یکی از سازمان‌های چریکی است که در ایران قبل از انقلاب اسلامی به وجود آمد و از حوالی سالهای 1350 خورشیدی وارد مبارزه مسلحانه با رژیم شاه شد، در چندین مورد بمبگذاری و ترور در واقع اعضای دولتی ایران و به طور مشخص یکی دو نفر از مستشاران نظامی آمریکا در ایران دست داشت و در آستانه در واقع سالهای 54-55 قسمت عمده ای از اعضای سازمان مجاهدین یا در درگیری‌های مسلحانه از بین رفتن یا به وسیله ساواک به زندان افتادن و رهبری این سازمان رو در واقع از حوالی سالهای 1355 تا موقع پیروزی انقلاب در سال 57 آقای مسعود رجوی در داخل زندان بر عهده داشت و بعد از اینکه سازمان مجاهدین در یک انشعابی در خارج از در واقع زندان به سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر تبدیل شد که یک سازمان ماویستی در واقع مارکسیست بود و هویت اسلامی خودش رو در واقع ترک کرد در همون سالهای 55، این سازمان درون زندان مجاهدین به همون شکل مذهبی خودش باقی موند و در واقع از آستانه انقلاب در سال 56-57 به بعد دوباره شروع به عضوگیری کرد و این دوره در واقع دوره دوم سازمان مجاهدین هست که در همزمان با انقلاب اسلامی در ایران شروع به فعالیت کرد و در آستانه انقلاب تعداد زیادی عضو هم به خودش گرفت به خاطر همون در واقع روحیه مذهبی که داشت و شعائر مذهبی که رعایت می‌کرد. خیلی محبوب بود در بین جوانهای در واقع مذهبی اون دوران علی رغم تمام اختلافایی که با سیستم آخوندی داشت و بیشتر به نظر می آمد که پیرو دکتر علی شریعتی بود و آیت الله طالقانی. در آستانه انقلاب اینها در واقع هم از آقای خمینی حمایت کردند و هم در سالهای اول از دولت جمهوری اسلامی پس از به وجود آمدن این دولت حمایت کردند. از حوالی سالهای 60-61 سازمان مجاهدین کم کم با دولت جمهوری اسلامی و با شخص آقای خمینی مسئله دار شد و همونطور که میدونید در دعوای بین آقای بنی صدر و حزب جمهوری اسلامی که اون موقع آقای بهشتی و رفسنجانی و خامنه ای اون رو نمایندگی میکردند، سازمان مجاهدین به حمایت از آقای بنی صدر در آمد و همونطور که میدونید بعد از اینکه بنی صدر رو از پست ریاست جمهوری مجلس ایران به ریاست هاشمی رفسنجانی خلق کرد و او به حالت مخفیانه خاک ایران رو ترک نمود، آقای مسعود رجوی هم در داخل هواپیما با آقای بنی صدر بود. بعد از خروج آقای رجوی از ایران او در فرانسه مستقر شد و شورای ملی مقاومت رو در همون آغاز حرکتش به پاریس بنیادگذاری کردند با آقای بنی صدر و تعداد زیادی از نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در خارج کشور به این شورا پیوستند، گرچه این دوران در واقع طلایی شورای ملی مقاومت بیش از چندین ماه نانجامید و با اختلافی که بین آقای بنی صدر و مسعود رجوی به وجود آمد بر سر اینکه رجوی حاضر شده بود پیام در واقع قرارداد صلحی رو با صدام حسین امضا بکنه، اینها دچار اختلاف شدند و سازمان مجاهدین در واقع خاک فرانسه را ترک کرد هیئت مرکزیش و به عراق رفت. از همون موقع در عراق این کمپ رو، کمپ اشرف رو تأسیس کردند و با کمک‌های مالی که از دولت صدام حسین دریافت می‌کرد سازمان مجاهدین و تسلیحاتی که در واقع در اختیارشون گذاشته شده بود
برای مدت‌های طولانی، یعنی از همون حوالی سالهای 81 به بعد تا کنون چیزی نزدیک به 30 سال در خارج از ایران و در خاک عراق رشد و نمو کرده. نیروهای مجاهدین از کمپ اشرف استفاده کردن، چندین بار عملیاتی رو بر علیه دولت جمهوری اسلامی در دوران جنگ ایران و عراق انجام دادن، از جمله حملات در واقع معروفی که در آستانه آتش بس ایران و عراق در همون هفته آخر انجام دادند که معروف است به عملیات فروغ جاودان، و تعداد زیادی از اعضای سازمان در اون حمله در خاک کرمانشاهان به قتل رسیدند وسیله نیروهای جمهوری اسلامی ایران. در پیامد در واقع جنگ ایران و عراق در سال 90 که دولت آمریکا یک بار به عراق حمله کرد، همونطور که میدونید سازمان مجاهدین در داخل خاک عراق به حمایت از دولت صدام حسین بر علیه شیعیان در جنوب و بر علیه کردها در شمال عراق وارد عملیات نظامی شد، که همین مسئله باعث شده که بعد از جنگ سال 2003، یعنی جنگ اخیر آمریکا با عراق و اشغال اون کشور، نیروهایی که در عراق به قدرت رسیدند، یعنی شیعه های طرفدار دولت آقای ملکی که الان در کار هست و کردهایی که در شمال کردستان در شمال عراق مستقر هستند و آقای جلال طالبانی نمایندگیشون رو میکنه به عنوان رئیس جمهور عراق، این هر دو گروه با سازمان مجاهدین مشکل اساسی دارند و مایل نیستند که این تشکیلات در داخل عراق باقی بمونه، به خصوص که هم کردهای در واقع مستقر در عراق و هم دولت شیعه عراق اینها در قبل از دوران جنگ آمریکا و عراق در سال 2003 هر کدومشون مدت‌ها در ایران بودند و از حمایت دولت ایران استفاده کردند بر علیه صدام حسین. فلسفه وجودی این در واقع کمپ نظامی در داخل خاک عراق به هیچ وجه انظر بین‌المللی برای سازمان مجاهدین توجیهی ایجاد نمی‌کنه، به خاطر اینکه گرچه اینها در آستانه جنگ سال 2003 و جنگ حمله آمریکا و انگلیس به خاک عراق از یک نوع حمایت در واقع سیاسی دولت آمریکا برخوردار شدند و آمریکا تعهد داد که اینها را از خاک عراق بیرون نکنه و در همون محل کمپ اشرف که حضور دارند اینها را نگه داره، ولی در این حال اونها را خلع سلاح کرد، یعنی سلاح‌های سنگینشون رو ازشون پس گرفت. برای در واقع امور انتظامی داخل کمپ مقدار خیلی جزئی سلاح سبک در اختیارشون بود تا سال 2009 که اون رو هم ازشون گرفتند و در واقع کنترل کمپ رو دولت آمریکا در اختیار دولت عراق گذاشت. نکته دیگه که قابل توجه است این استش که در عرض 8 سالی که از جنگ عراق و آمریکا میگذره و در واقع از زمان اشغال عراق، سازمان مجاهدین رهبری خودش رو مجدداً از عراق خارج کرده و به پاریس منتقل کرده و کسانی که در داخل عراق موندن از اون کمپ که حدود 6000 نفر عضو داشت الان تعدادشون به زیر 4000 نفر رسیده، حدود 2000 نفر یا در فوجهایی که اطلاع داده شده به ایران برگشتند، یه تعدادی به بعضی کشورهای اروپایی به عنوان پناهنده رفتند، ولی حدوداً 3780 نفر در کمپ اشرف باقی موندند و مایل نیستند که در واقع خاک عراق رو ترک کنند. سازمان مجاهدین هم مایل نیست که اینها رو متفرق بکنه و دوست داره که اینها رو به صورت جمعی نگه داره در یک محلی و بیشتر تمایل دارن که اینها در همون خاک عراق باقی بمونند یا در یک جایی برن که نزدیک مرزهای ایران باشند. دولت عراق به هیچ وجه حاضر نیست اینها رو بیشتر از این تحمل بکنه در داخل عراق و بهشون تهدید کرده چندین بار که باید هر چه زودتر خاک عراق رو ترک کنن. از جمله آقای زیباری وزیر امور خارجه عراق اخیراً در یک مصاحبه‌ای که کرده بود گفته بود کشورهایی که نگران وضع مجاهدین هستند بهتر است که برایشون امکان پناهندگی ایجاد بکنند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا به سازمان مجاهدین ابلاغ کردند که اگر مایلند اعضا رو حاضرن بپذیرند به شرطی که تک به تک و به طور انفرادی درخواست پناهندگی بکنن و تعهد بکنن که در واقع در دوران اقامتشون در اتحادیه اروپا دست به سلاح نخواهند برد. تا اونجایی که من اطلاع دارم و مدارکی که موجود هست این گروه حاضر نشدن که این رو به عنوان یک تعهد امضا بکنن و از طرف دیگه به شکل سازمانی هم
اتحادیه اروپا حاضر نیست اینا رو بپذیره، به خاطر اینکه اسم سازمان مجاهدین هنوز در لیست وزارت خارجه آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی ثبت شده. دولت آمریکا خودش هم حاضر نیست به اینها پناهندگی بده و اونها رو به صورت دست جمعی در خاک آمریکا نمیپذیره. در نتیجه شرایطی که الان به وجود آمده شرایط در واقع نپس هست که 3600 نفر در بدترین شرایط در واقع در اونجا زندگی میکنن و هر از گاه مدتی همونطوری که میدونید تا به حال دو بار چنین حملاتی رو از طرف دولت عراق و ارتش عراق که تصمیم داره و هر صورتی که هست این منطقه و این شهر رو پس بگیره از سازمان مجاهدین مورد حمله قرار گرفتن و در حمله اخیر به طوری که سازمان ملل گواهی میکنه تا 34 نفر از مجاهدین در داخل کمپ یا کشته شدن بر اثر اصابت گلوله یا زیر بلدوزرهایی رفتن که در واقع ارتش عراق با اونها وارد محوطه شده بوده و قصد داشته زمینهای کشاورزی رو که در اونجا در گذشته وسیله مجاهدین در واقع کشت و زرع می شده اونها رو پس بگیره و به صاحبان اصلیش که مردم عراق هستن پس بده و این درگیری از اونجا ظاهرا شروع شده و به علت مقاومت در واقع اعضای مجاهدین به این شکل به شکل خونین در واقع به پایان رسید که باعث تأسف و نگرانی همه مردم دنیاست. من به شخصه واقعا متاسف هستم که در واقع این اعضا این تعداد از افراد در چنین شرایطی مجبور شدند که قرار بگیرند و مسئولیت اون رو هم به دولت عراق واگذار میکنن و هم مسئولیتش با اون رهبری سازمان مجاهدین هست که این اعضا رو در خاک عراق باقی گذاشته و خودش در فرانسه زندگی میکنه.